نوین کتاب گویا با همکاری گروه هاکنیو تقدیم می کند چگونه استرس را مدیریت کنیم مترجم بهار خورم از مجموع مقالات وبسایت هاکنیو گوینده متن کاوه نقیم <متصفيق> چگونه استرس را مدیریت کنیم؟ انواع استرس و راه های درمان تا به حال تا چه اندازه برای مدیریت استرس خود تلاش و برنامهریزی کرده اید؟ استرس حالتی است که ممکن است با آن عمیقاً و در زندگی شخصی خود رو در رو شده باشید و حتی ممکن است موفقیتتان مغلوب نقطه ضعفی به نام عدم مدیریت استرس شده باشد. پس مدیریت و کاهش استرس و همچنین روش های مقابله با آن یک مهارت ضروری برای هر فردی به حساب می‌آید. قطعا باعث شگفتیتان است که بدانید زندگی کردن با وجود استرس امری عادی شده است با توجه به تحقیقات انجمن روانشناسی آمریکا تقریبا 60 درصد مردم آمریکا دچار استرس ناشی از مواردی همچون نگرانی در مورد پول، فشار کاری و سلامتی خود هستند که این چند مورد تا 76 درصد از علت اصلی استرس آنها را تشکیل می دهد شما چطور؟ بدون شک با استرس های مختلفی از زندگی شخصی گرفته تا کاری مواجه هستید. مطالعات متعددی نشان دادند که استرس تاثیر منفی و شدیدی بر سلامت دارد و عدم مدیریت استرس در طولانی مدت باعث اضطراب افسردگی، بیماری های شریانی و مشکلات خواب می شود که هر کدام برای به خطر انداختن یک زندگی کافی هستند. با این حال مفهوم استرس به خودی خود پیچیده است و انواع مختلفی از استرس وجود دارند و برای مواجهه با آن همیشه یک راه مشابه و یکسان وجود نخواهد داشت. در این مقاله ما در روشی عمیقتر به بررسی علل واقعی استرس و نحوه مدیریت آن خواهیم پرداخت روشهایی که بدون شک شما با بکار بردن و تمرین کردنشان به خوبی می توانید به مقابله بر استرس بپردازید این روزها منشأ اصلی استرس چیست استرس یک واکنش تکاملی به تهدیدهای موجود در محیط اطرافتان است. در روزهای قارنشینی بشر استرس به او کمک می کرد تا هنگام مواجهه با حیوانات وحشی از راه حل مبارزه یا فرار استفاده کند و جان سالم به در ببرد و یا در مواقع لازم برای دفاع از قلمرو خود مبارزه کند. اما در دنیای مدرن امروزی استرس به عنوان یک مکانیزم مقابله ای برای سر و سامان دادن به درگیری های فکری و عاطفی از قبیل برخورد با کارفرمایان سختگیر، مدیریت امور مالی و یا دوام آوردن در برابر مشکلات زندگی و سلامتی استفاده می شود که نیازمند مدیریت است. ممکن است این مشکلات به صورت روزمره در زندگی هر فردی دیده و تجربه شوند و یا به بیان ساده ممکن است که شما آن قدرت روحی و فضای باز ذهنی را برای پاسخ مؤثر دادن به این مشکلات و مقابله با همه آنها را نداشته باشید دقیقا در اینجاست که استرس مزمن شده و شروع به برهم زدن نظم زندگی می کند علائم استرس چیست؟ علائم استرس گاهی بسیار آشکارا هستند و بسته به نحوه برخوردتان هنگام مواجهه با تجربیات استرسا می توانند به طرز عمیقی در روانتان جان گرفته باشند نمیتوان علائم مشخصی را برای استرس متذکر شد و از طرف دیگر خوب میدانیم که استرس چه شرایطی دارد و یا بهتر است بگوییم با چه نشانه هایی روبرو هستیم علائم آشکار یا واضح استرس علائم استرس معمولا به صورت ناراحتی فیزیکی، روحی یا عاطفی آشکار می شوند. علائم فیزیکی شامل سردرد، خستگی، ناراحتی معده یا عدم توانایی خواب خوب هستند. علائم ذهنی شامل احساس سرخوردگی، دماغ بودن و ناتوانی از رضایت داشتن از خود یا خاموشی و سکوت است. علائم عاطفی عبارتند از تحریک‌پذیری، بیقراری، اضطراب، عصبی بودن، افسردگی، احساس تنهایی داشتن، لرزش دستان و صدا، افزایش ضربان قلب و غیره و همچنین احساسهایی مانند اینکه هیچ راه نجاتی برایتان وجود ندارد. علائم استرس عمیق‌تر، علائم نچندان آشکار. قطعا بسیاری از شما تمایل دارید که از مقابله با عوامل استرس جلوگیری کنید و فکر می کنید که اجتناب از مشکلات آنها را از بین می برد و باعث می شود که دیگر عصبی نشوید از لحاظ روانشناختی به این روش مقابله از راه اجتناب کردن می گویند و این سخن بدین معناست که آن چیزی که در برابرش مقاومت می کنید همچنان ادامه و وجود خواهد داشت مقابله از راه اجتناب در طولانی مدت به کار نمیآید زیرا با این روش شما با مشکلاتتان رو در رو نمی شوید و این کار به جای کم کردن استرس اضطرابتان را نیز در دراز مدت افزایش می دهد. همچنین ممکن است که به سایر روش های نچندان واضحی از جمله روش های زیر که حتی می توانند به سلامت و آسایشتان لطمه بزنند روی بیاورید. خوردن عصبی و یا پرخوری ناشی از عدم مدیریت استرس در حقیقت روی آوردن به غذا خوردن زمانی که تحت تاثیر استرس قرار دارید اتفاقی بسیار رایج است زیرا غذا خوردن به شما کمک می کند تا به دلیل وجود سیستم پاداش در مغزتان در این لحظه احساس خوبی داشته باشید غالبا افراد برای ضعیف کردن احساساتشان و اجتناب از فکر کردن به آنها به خوردن روی میآورند و این امر اغلب منجر به خوردن اجباری یا مصرف الکل و زیاده روی در خوردن می شود به طوری که احساس می کنید که دیگر کنترلی بر روی انتخاب میزان غذایتان به حجم آن ندارید اعتیاد به نوشیدنی ها و یا استعمال سیگار مانند عادت به غذا خوردن رفتار می کند. برخی از افراد برای آرام و راحت شدن در زمان حال به الکل یا سایر مواد دیگر روی می آبرند. که با تکرار دوباره و دوباره این کار این روند به راحتی تبدیل به یک اعتیاد برایشان می شود. مصرف بیش از اندازه از انواع نوشیدنی های گرم و سرد همچون نوشیدنی های گازدار و یا قهوه و یا مصرف سیگار هم در این دسته قرار دارند. همه اینها تنها برای فرار کردن از استرس و دور شدن از آنهاست. رفتارهای عصبی از قبیل جویدن ناخونها و یا تیک های عصبی از آنجایی که به طور مستقیم با استرس برخورد نمی کنید و یا در مدیریت کردن آن ناتوان هستید در نهایت این انرژی ناخوشایند را از طریق شکاندن انگشت، صدای انگشتان و یا جویدن ناخونهایتان تخلیه می کنید. کارهایتان را به تعویق میاندازید و از برنامه خود خارج میشوید <متحد> یکی از رایجترین عواقب عدم کاهش و یا مدیریت استرس به تعویق انداختن است این کار تنها افزایش استراب شما را دنبال دارد و باعث می شود تا احساسی بدتر از احساس زمانی که استرس داشتید پیدا کنید این روند در نهایت منجر به زیر سوال بردن انگیزه اراده، نظم و انضباط می شود که می تواند منجر به عزت نفس پایین و احساس گیر افتادگی در زندگیتان شود. حالت تهاجمی و منفعل پیدا می کنید. استرس شما را تحریک پذیر و پرخاشگرتر از حالت عادی می کند به طوری که دوست دارید تنها باشید و صبرتان را برای برخورد با افراد دیگر و یا انجام وظایف روزمره از بین می برد غالبا این اتفاق منجر به این می شود که حتی افرادی که دوست دارید را کنار گذاشته و بیشتر احساس تنهایی و افسردگی داشته باشید احساس رعب و وحشت به شما دست می دهد. آیا تا به حال به عواملی که باعث ایجاد استرس می شود فکر کرده اید؟ مثلا مواردی مثل اینکه چرا فلان اتفاق خاص برای شما میافتد و شما در این وضعیت قرار دارید یا نسبت به آن شرایط و موقعیت به فکر و خیال فرو می روید و کلا در رابطه با شرایط و وضعیت خود نگران هستید این روش حتی بیشتر از قبل شما را به یک مارپیچ منفی میفرستد و دیگر به طور فعال قادر به پاسخگویی به چالش های زندگیتان نخواهید بود کم کم به واسطه ی استرس ایجاد شده و البته عواقبش به سوی افسردگی قدم می بیماری های مزمن و استرس وقوع انواع بیماری های خود ایمنی از جمله بیماری های آی بی ایس، کرون و کلیت اولسراتیو حدود 50 میلیون آمریکایی را تحت تأثیر خود قرار داده است و این روند هر سال در حال افزایش است. مطالعات نشان داده است که 80 درصد از بیماران قبل از اینکه محققین مربوطه تشخیص دهند که بیماری آنها ناشی از ترشح هورمون‌های مرتبط با استرس است، به داشتن میزان زیادی از استرس در خود اعتراف کردند. این اتفاق منجر به اختلال در سیستم ایمنی و بیماری مربوط به سیستم ایمنی بدن می‌شود. به طور خلاصه، عدم بر برخورد با استرس باعث آنچه که شما معمولا آن را خرابکاری خطاب می کنید می شود. شما را درگیر رفتارهایی که ظاهرا علیه اراده خودتان است می کند و احساس عدم کنترل داشتن بر زندگیتان به شما می دهد. این فقدان کنترل عزت نفس را کاهش داده و می تواند شما را وادار به انجام عادت رفتاری ناخوشایندی از جمله اضطراب، افسردگی و خوردن غذا کند. نحوه مدیریت استرس راهنمایی گام به گام برای مقابله با استرس لازم است تا بدانید که چه چیزی در عمیق ترین سطح باعث استرس می شود در نتیجه می توانید در علل ریشه ای با آن مقابله کنید بخش یک چهار علت واقعی استرس را رمزگشایی کنید همانطور که قبلا آموخته استرس تهدیدی برای بقای ماست و این تهدیدات در جهان مدرن بر طبق نظریه هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو به چهار دسته متفاوت تقسیم شوند شناسایی اینکه کدام یک از این دسته ها بزرگترین عامل استرس شما هستند می تواند تا شما را قادر سازد تا به جای تکیه بر مکانیزم های مقابله بی اثر به پیدا کردن واکنش صحیح و درست روی آورید این چهار مورد را با یکدیگر مرور می تهدیدات ایمنی نخستین مرحله از هرم سلسله مراتب نیازهای انسانی مازلو بیان می کند که همه ی یک تمایل اساسی برای حفظ ایمنی خود از لحاظ داشتن سطح خوبی از سلامت، آزادی مالی و ثبات کاری دارند. اگر هر کدام از اینها از زندگی شما کم شوند، به خاطر سیستم تکاملی بدن این کمبودها به چشم تا نوعی تهدید برای زنده ماندن و در نهایت باعث پاسخی برای استرس گرفتن شما دیده می شود. در این مرحله لازم است تا از خود بپرسید که آیا در معرض تهدیدهای امنیتی قرار دارید؟ فشار کاری آیا رئیسی بیش از حد سخت گیر دارید؟ آیا بیش از حد کار می کنید؟ آیا همکاری که باعث آزار و اذیتتان هستند دارید؟ آیا می ترسید که شغلتان را از دست بدهید؟ آزادی مالی آیا در این رابطه که پول کافی برای مراقبت از خود و یا خانواده خود ندارید مضطرب هستید؟ آیا منبع درآمد پایدار ندارید؟ آیا هزینه های شما بیشتر از درآمد شماست؟ مشکلات سلامتی آیا شما یا شخصی از خانواده تان دوچار یک بحران سلامتی یا بیماری مزمن شده است؟ آیا احساس می کنید که سلامتیتان به اندازه کافی خوب نیست که بتوانید بر اساس توانایی هایی که دارید زندگیتان را بگذرانید و یا شاید هم برای اینکه حالتان خوب باشد به دیگران وابسته اید؟ داشتن تردید نسبت به عشق و وابستگی بخش دوم از هرم مازلو بیانگر این مسئله است که همه شما دوست دارید که متعلق به یک گروه اجتماعی باشید و عشق یک نیازمندی بسیار مهم برای انسان است. آیا احساس عشق، صمیمیت و تعلق خاطر دارید و یا این موارد چیزهایی هستند که در حال حاضر در زندگیتان از دست رفتند؟ آیا ازدواج کرده اید و یا با کسی که شما را کامل می کند در یک رابطه عاطفی قرار دارید؟ آیا از نقش خود به عنوان یک همسر، مادر دختر و خواهر خوشحال هستید و یا احساس می کنید که قادر نیستید همه تواناییتان را برای خانوادهتان بگذارید آیا دوستان و یک گروه اجتماعی دارید که احساس می کنید به آن متصل هستید آیا احساس تنهایی یا عدم داشتن یک حامی را تجربه می کنید؟ تردیدهای مربوط به عزت نفس در مدیریت استرس سومین بخش از هرم مازلو بیانگر یک انگیزه اصلی برای بسیاری از اقدامات است. نیاز شما به عزت نفس، عزت نفس به اعتماد به نفستان، دستاوردهایتان و احترامی که از جانب دیگران دریافت می کنید مرتبط می شود. اگر عزت نفس آسی ببیند، دائما به دنبال مورد تأیید قرار گرفتن از نظر منابع خارجی و دیگران و نه از جانب خودتان خواهید بود. و عزت نفس و ایمان شما زمانی بالا می رود که از جانب دیگران مورد ستایش قرار گیرید و یا زمانی که چیزی را به دست آورید در غیر این صورت شما احساس افسردگی خواهید کرد آیا هر کدام از این احساسات را حس می کنید؟ در بسیاری از انسانها علت کم بودن عزت نفس این است که به خودشان خیلی سخت می گیرند. مثلا ممکن است که دستاوردهای زیادی داشته باشید اما به جای اینکه کارهایی که به خوبی از پسشان برآمدید را حساب کنید خودتان را بر اساس موارد دیگر از جمله وزن، سایز لباسهایتان یا کارهایی که نتوانستید انجام دهید قضاوت می کنید. در مورد تحکم قرار گرفتن از جانب فشارهای اجتماعی و یا کمالگرا بودن خودتان چیزهایی هستند که باعث ساخته شدن و ایجاد استرس در درونتان می شوند و برای فرار از این استرس غرق در کارهایی که در دستانتان است می شوید. به عنوان مثال برای وزن کم کردن ممکن است که روی به رژیم های شدید آورید و در نهایت دچار عقده روحی شوید. به عنوان مثال به نوشیدنی های الکلی یا پرخوری احساسی برای اینکه خودتان را از شر فکر کردن در رابطه با اضافه وزنتان راحت کنید روی آورید. که این در نهایت باعث ایجاد استرس بیشتر در درون شده و شما را در یک چرخه نادرست گیر می اندازد. مثلا چرخه رژیم گرفتن و بعد از آن زیاد روی در خوردن و بعد باز هم دوباره رژیم گرفتن و تکرار مداوم این روال تردیدهای ناشی از احساس نیاز به خودیابی یا خودشکوفایی آخرین طبقه از هرم مازلو هدف نهایی تمامی انسانها از وجودشان است تحقق بخشیدن به پتانسیل خود و اینکه در بهترین حالت خود باشند هنگامی که قادر به انجام این کار هستید می توانید تا رویاهایتان را تعقیب کنید و خود مختار باشید خلاقیت داشته و در کنار آن خود جوش باشید و در فعالیت که دوستشان دارید و برایتان معنی دارند شرکت کنید اگر خود آزاری بزرگترین علت استرستان است از خود بپرسید آیا احساس می کنید که مانعی بر سر راهتان است و یا احساس می کنید که با تمام پتانسیل درونیتان نمی توانید زندگیتان را بگذرانید و می توانستید خیلی بهتر از اینها باشید؟ آیا رویایی در سر دارید؟ آیا عمیقا تمایل دارید که دنیایی که در اطرافتان است و تا الان برای عوض کردنش وقفه می و یا هایی که داشتید را عوض نمایید؟ اگر احساس می کنید به این علت که نمیدانید چه کاری باید انجام دهید در حال عقب نشینی هستید و یا اگر خود را به واسطه ی دنبال کردن رویاهایتان ارزش گذاری می کنید لازم است تا بدانید که شما در حال تجربه کردن یک بحران اساسی در عواسط عمرتان هستید پیدا کردن راه حل مناسب در این زمینه بزرگترین چالش شما خواهد بود موارد گفته شده را جمع بندی کنید هنگامی که این چهار علت را بررسی کرده و سوالات مربوط هر کدام را از خود پرسیدید، بزرگترین عامل استرستان و یا عدم تواناییتان در کنترل استرس را شناسایی کنید. در بخش بعدی این مقاله در رابطه با نحوه مدیریت استرس استرسا بدون استرس گرفتن صحبت خواهیم کرد. قسمت ب: تغییر دادن ذهنیت خود برای تبدیل استرس به موفقیت. به صورت کلی دو تغییر کلیدی وجود دارند که برای غلبه بر استرس کاملا ضروری هستند اما برای اینکه عامل استرستان را تبدیل به عاملی برای موفقیتتان کنید استفاده از این دو تغییر لازم است از مغز متفکرتان استفاده کنید نه از مغز ابتداییتان همانطور که قبلا ذکر شد استرس پاسخ ابتدایی مغز برای ایجاد بغاست که نتیجه رویکردهایی همچون مبارزه و یا گریز است در عین حال که در دوران قارنشینی بشر این روش برای بقای انسان یک راهکرد فوقالعاده مفید بود این روش دقیقا همان روشی است که دلیل ثابت نگه داشتن و دست پاچه کردن می شود و توانایی فکر کردن در شرایط استرس را از شما می گیرد. وقتی که قادر به فکر کردن نیستید ناخداگاه با احساسات منفی از جمله اضطراب، نگرانی، غم و اندوه و خشم به استرستان پاسخ می دهید زمانی که نمی توانید کاملا مغز ابتداییتان را برای پاسخ دادن به استرس با چنین احساسات منفی متوقف سازید می توانید به طور همزمان مغز متفکرتان را نیز درگیر کنید تا تصمیم بگیرید که چگونه به این احساسات پاسخ دهید مغز متفکر شما قادر خواهد بود که در پاسخ به استرس تصمیمات منطقی و آگاهانه ای را اتخاذ نمایند این روش به شما کمک می کند تا بتوانید تصمیم بگیرید که اگر فقط احساس اضطراب می کنید که البته این یک پاسخ زیست چناختی است مضطرب نشوید همانطور که احساسات نتیجه است که نسبت به عواطفتان از خود بروز می دهید قادر خواهید بود تا زمانی که در یک وضعیت استرسا قرار گرفتید کاملا بر روی اینکه چه احساسی داشته باشید کنترل داشته باشید عواطف شما احساسات شما نیستند احساسات شما ناشی از اینکه چگونه به عواطفتان پاسخ می دهید هستند آگاهی از این مسئله که در حقیقت در کنترل پاسخ به استرستان هستید کلید ضروری برای تحقق این امر است که بتوانید استرستان را به طرز بهتری مدیریت کنید از استرس به عنوان یک انگیزه برای بهتر بودن استفاده کنید دومین تغییر ذهنی این است که باید تشخیص دهید که استرس فقط یک علامت است در واقع علت اصلی اضطراب یا ناراحتی چیز دیگری است زمانی که شروع به نگریستن به استرس می کنید و تشخیص می دهید که با وجود استرس چه چیزی در زندگیتان از دست رفته یا دچار مشکل شده است به نوعی یک توانایی برای برطرف کردن محدودیت ها و مشکلاتتان پیدا می کنید این همان انگیزه لازم برای غلبه بر مشکلات است تا زندگی آرامش بخشتری داشته باشید پس از آن استرس فرصتی به حساب می آید تا بتوانید حرفه بهتر روابطی دوستانه تر و توان بل قوه بالاتری برای خود بسازید بدون وجود استرس ممکن است که تسلیم اتفاقات شوید و خیلی راحت با آنها کنار بیایید بخش جین راهنمایی مرحله به مرحله برای مدیریت استرس با شناخت از عوامل استرس ها که در بخش الف ذکر شد و ذهنیت جدیدی که در بخش دوم یاد گرفتید اکنون متوجه خواهید شد که در مواجهه با استرس در چه شرایطی قرار می گیرید و چه واکنش هایی دارید چهار مرحله ساده زیر می تواند کمک کند که به طور کامل و مثبت استرستان را کنترل کنید وجود استرس را بپذیرید و از آن دوری نکنید استرس همیشه و برای همه افراد وجود دارد مهم مهارت شما در مدیریت آن است پس اولین قدم برای مدیریت استرس موفق این است که آن را بپذیریم با پذیرش استرس می توانید کاملا احساساتتان را نمایان کرده و با آنها ارتباط برقرار کنید این اتفاق در شرایطی ممکن است احساساتتان را تشخیص داده و شما می توانید تصمیم بگیرید که چگونه با استرستان به نحو درست مقابله کنید. اجتناب کردن از اینکه با استرس روبرو هستید به طور جدی هر اثر مثبتی را خونسا می کند و در بیشتر موارد منجر به چرخه های نادرست مانند پرخوری، مصرف مشروبات الکلی، سیگار کشیدن به تعویق انداختن کارها و خرابکاری که در سرفصلهای قبلی ذکر شد می شود. درمان های همچون درمان ACT، درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش که در موارد افسردگی، اضطراب و اعتیاد از آن استفاده می شود، همگی به ما می گوید که پذیرش کلیدی برای بهبودی است. در ایجاد تغییرات در خود فعال باشید. دومین مرحله بعد از اینکه استرستان را پذیرفتید این است که اگر استرس تان تحت تان نیست کاری انجام دهید به عنوان مثال با توجه به گفته های ذکر شده در بخش الف زمانی که متوجه شدید که بزرگترین عامل استرس شما کمبود اعتماد به نفس به دلیل اضافه وزن است تصمیم بگیرید که تمرکز ذهنیتان را بیشتر بر روی دستاوردهای دیگر خود متمرکز کنید و در عین حال با برنامه اصولی سعی در برطرف کردن آن داشته باشید داشتن نقش فعال در تغییر شرایط یا محیطی که موجب استرستان می شود باعث کاهش استرستان می گردند چرخه تأثیر گذار مانترا در کاهش استرس در کتابی تحت عنوان هفت عادت افراد کاری از استیون کاوی بیان شده است که چرخه تاثیرگذاری به ما میگوید که تمرکز بر روی چیزهایی که می توانیم کنترلش کنیم مثل چیزی که می خوریم و یا شخصی که با او زمانمان را می ما را در ایجاد تغییرات فعالانه تحریک می کند به جای اینکه نگران باشید و به شرایطی که نفوذ زیادی بر روی آن ندارید واکنش نشان دهید سومین قدم برای مدیریت استرس را بردارید. به این صورت که تمرکز خود را بر فعالیتهایی است که واقعا می توانید آنها را تغییر دهید بگذارید. این سخن بدین معنی است که می توانید با مقایسه خودتان با دیگران و یا نگرانی درباره آنچه که دیگران در مورد شما می اندیشند را متوقف سازید و تمرکزتان را رو بر روی انجام بهترین کارها و انگیزه درونی خود که همه عادت مثبت و سالم هستند بگذارید. استقامتتان را بالا ببرید. برآمدن از پس یک شرایط استرسا نیاز به یک علاقه قوی برای ایجاد تغییر و سرسختی لازم برای کنار زدن چالش های سخت زندگی دارد. طبق گفته ی خانم آنجلا داکورس، روانشناس معروف، این ترکیب اشتیاق و استقامت کلید موفقیت شما می شود. شور و شوق ترکیبی برای دنبال کردن یک هدف معنیدار هستند و یک انگیزه درونی برای ادامه دادن هستند. داشتن شور و شوق فقط به منزله انفجاری از انرژی یا اراده شما نیست، بلکه در حقیقت به منزله یک محرک درونی است که به شما کمک می کند تا چالش های زندگیتان را پشت سر بگذارید. در عین حال برای از بین بردن مشکلات باید از نقاط ضعف خود هم آگاه داشته باشید برای رسیدن به اهداف قابل دستیابی تعیین کردن این اهداف تمرکز و ایجاد انگیزه از طریق سعی و تلاش لازم است که در عین حال واقع بین هم باشید برای افرادی با کارایی بالا که همیشه به نتایج و دستاوردهای فوری عادت داشتند این راه بسیار دشوار خواهد بود در که خودتان و نقاط ضعفتان در زندگی میتواند تا به شما کمک کند تا هنگام مواجهه با چالش ها پایبند بمانید با یادگیری این چهار مرحله اکنون میتوانید که نه تنها استرستان را کنترل کنید بلکه با وجود آن رشد کنید و از آن برای دستیابی به موفقیت بیشتر نیز استفاده نمایید. تبدیل استرس به موفقیت استرس پاسخ شما به چگونگی مقابله با فشارهای زندگیتان است. در حقیقت شما می توانید با استفاده از ذهن متفکر خود استرس را از یک رفتار ناخودآگاه به یک پاسخ آگاهانه تغییر دهید با تغییر دادن ذهنیت خود در رابطه با مفهوم استرس می توانید تا از آن به عنوان یک ابزار مثبت برای بهبود خود استفاده نمایید و برای شناسایی نیازهای اساسیتان از جمله احساس امنیت، تعلق، عزت نفس یا خودکفایی از آن بهره ببرید و سپس از فرایند چهار مرحله ذکر شده در قبل برای پذیرش استرستان و فعال بودن در زمان مقابله با آن استفاده کنید و به منظور تبدیل استرستان به موفقیت تلاش کنید. اگرچه ممکن است که احساس کنید که تحت تأثیر استرس قرار ندارید اما در حقیقت گاهی اوقات شما از زندگی خود رضایت ندارید و با انجام یک مکانیزم مقابل ایمانند پرخوری کردن یا به تعویق انداختن کارهایتان در حال مبارزه با استرستان هستید و این استرس در میان رفتارتان مخفی شده است از همین امروز شروع به استفاده از این چهار فرایند مرحله‌ای برای ایجاد یک زندگی شادتر آرامتر و هوشمندانه تر کنید.